سلام تو ویدیو امروز میخوام یه شاخه فوق در مقابل دفاع هلندی رو بهتون آموزش بدم پس اگر بازی رو با حرکت دی شروع میکنید و مخصوصا اگر مقابل هلندی مشکل دارید و یا حتی مشکل ندارید پیشنهاد میدم این ویدیو رو تماشا کنین به خاطر اینکه شاخه که میخوام بهتون نشون بدم واقعا فوق است و من نتایج خیلی خوبی با این شاخه تونستم کسب کنم با این اکانت لیچس که بهروز آندرلان یوتیوبه اینجا من 20 تا بازی فیلف 4 بازی کردم که 54 درصد از بازیام رو بردم که معمولیه و زیاد واقعا خوب نیست چون من سفید رو داشتم ولی با این حرکت ای 4 که پیشنهاد امروزمه 17 تا بازی داشتم 82 درصد بازیام رو بردم واقعا شاخه خوبی دامای ساده ای داره که حریفای همسط من حتی توش میافتن چه برسه به سطوح پایینتر شاخهای اصلیش هم بسیار جالبن اول بهتون دامای سادش رو میگم و بعدش دو تا از بازیام رو نشون میدم تا با شاخهای اصلیش هم آشنا بشیم بریم سراغ صفحه شطرنج خب دوستان این وضعیتی که ما تو تصویر میبینیم به دفاع هلندی معروفه دی 4 F5 که سفید شاخهای مختلفی رو میتونه بازی کنه بعضی از این شاخها خیلی خوبن شاخهای اصلی محسوب میشن ولی این شاخه که ما میخوایم بازی کنیم یه مقدار نادره و کمیابه و ناشناخته است و یعنی گامبی هم از گامبی استاونتون اگر اشتباه نکنم استاونتون گمبیت جالبیه این حرکت اینه که از لحاظ استراتژیک ای چار واقعا حرکت خوبیه تو شاخهای اصلی سفی تمام موراش رو گسترش میده و در نهای تلاش میکنه این حرکت ای چار رو بازی کنه حالا ما اینجا اومدیم چیکار کردیم واقعا زود ای چار بازی کردیم یعنی توی حرکت دوم داریم ای چار بازی میکنیم و تنها حرکت منطقی که سیاه داره اینه که پیاده ما رو بزنه واقعا اگر نزنه جالب نیست و سفید بهتره چون گفتم مثلا استراتژی سفید اینه که ایچار بازی کنه و ما اینجا منیم خیلی زود بازی کردیم اگر یه مشکل داشته باشه اینه که سیاه میتونه پیاده رو بزنه و موقتا یه پیاده جلو بیفته پس اگر حریفتون پیادهتون رو نزد خیلی راحت شما میزنید مثلا اگر اینو بازیگر شما میزنید و این وضعیت برای سفید خوبه بهترین حرکت برای سیاه اینه که پیادهش دو تا رو به عقب بره که همچین چیزی ممکن نیست یعنی واقعا بهتره پیاده تو خونه F7 باشه چون شارژ ضعیفه خونه E5 یه مقدار ضعیفه اگر حریف D5 بازی کنه این خونه ضعیفه و سفید ساختار پیاده بهتری داره راحت مهراتون گسترش بدین و خیالتون راحت باشه سفید به شکل خوشایندی بهتر پس این زیاد فایده برای سیاه نداره و میشه گفت منطقی اصلا نیست میتونست یه دفاع دیگه بازی کنه چرا باید اینطوری بازی کنه این حرکت جلوی من بازی شده این یکی هم واقعا عجیبه راحت میزنیم اینم بازی شده بازم راحت میزنیم و ساختار پیاده سیاه بازم توجیهات خوبی نداره این زیاد جالب نیست ما ستون بازو داریم میتونیم فشار بیاریم و حریف پیاده F نداره اینم زیاد خوب نیست راحت موراتون رو گسترش بدین خیلی راحت و سفید بازم به شکل خوشایندی بهتره پس تنها حرکتی که واقعا برای سیاه منطقی اینه که پیاده ما رو بزن. الان حرکات ابتدای بازی رو بهتون نشون میدم دام ساداش رو بهتون نشون میدم بعدش میریم دوتا شاخی اصلی میبینیم که از بازی خودم انتخاب کردم که بهتون نشون بدم اسب رو میذاریم خونه سیسه خیلی راحت بازم داریم پیاده رو میزنیم خیلی واضحه دام اول اگر سیاه تی پنج بازی کنه توی دام میفته چما وزیر H پنج کیش داریم و سفید اینجا قابل توجه بهتره و حمله دوگانه اتفاق افتاد پس دی پنج و هر وقت سیاه بازی کنه دنبال این تاکتیکه باشید G6ش وزیر در پیاده و واضحه که سفید بهتر و ممکنه پیاده های بیشتری هم حتی جلو بیفته الان مساوی شدن پیاده ها. ولی خب این ضعیفه اگر سیاه بزنه این یکی خیلی ضعیفه فیلمو میاد خونه f و سفید واقعا بهتر پس هوشیار باشین دنبال این تاکتیکه و زیر حتما ولی خب حرکت درست برای سیاه اسب خونه افشیشه که ما هم میایم فیل جی 5 بازی میکنیم خیلی راحت مهرامون گسترش میدیم. که اینجا سیاه انتخابهای واقعا زیادی داره چند تاش خوبن و خیلی هم خب بده. بازم سیاه ممکنه توی دام بیفته به خاطر اینکه میتونه دی پنج بازی کنه و دقیق تر بهتون بگم نمیتونه دی بازی کنه چون توی دام میفته اینجا خیلی از بازیکن توی دام میافتن و حتی به نظرم بدتر از قبل هم شده میزنیم با هر کدوم از پیاده آب بزنیش فرق نمیکنه وزیر چپنچ کیش حمله دوگانه و این یکی به نظرم بهتر از قبلی هم هست سیاه احتمالا نباید بزنه چون اگر بزنه حمله دوگانه میشه و به این شکل حتی میتونیم پشت سرم پیاده جلو بیافتیم پس بازم دی پنج حرکت درست تو این وضعیت نیست خیلی از بازیاتون رو قرار اینجوری ببرین دوبار دام دی 5 رو با هم دیگه دیدیم ولی شاخهای اصلی کدومان جیش یکی از بهتر نرگاتیه که سیاه تو این وضعیت میتونه بازی کنه خیلی از حریفاتون به دلیل اشتباه این حرکت رو بازی میکنن دلیل اصلیش اینه که سیاه میخواد دی پنج کنه و جلوی کیش وزیر ما رو گرفت ولی اکثر حریفاتون درصد خیلی بالایشون میخوان فیل جیف کنن قله کوچیک برن که دلیل اشتباه و بازم حسابی توی درد سر میافته از سی شیش یه حرکت دیگه است. این هم حرکت خیلی خوبیه که بازی میبینیم ازش. سی شیش هم حرکت خوبیه ولی خیلی کم بازی میشه و اکثر حریفاتون اینو بلد نیستن و اینا حرکات شاید بهتر و اصلی ترن ولی سی شیش هم حرکت بدی نیست. که این تنها شاخیه که سفید باید پیاده رو قربانی بده چون اگر اسبو بزنید احتمالا با این میزنه اینو بزنید دی پنج میکنه و سفید هیچ برتری تو این وضعیت نداره پس اینجا اف ولی خبر خوب اینه که اف داره سفید و یه پیاده قربانی میدیم وضعیتمون خیلی خوبه گسترش سری بازی برای سفید واقعا راحت ولی میگم سی خیلی خیلی کم میبینه اصلا نبینیدش تو سطح منم کم بازی میشه از جیش شاخه هستی بریم سراغ بازی اول ریتینگ حریفم 2309 و این بازی داستان داره به خاطر اینکه من میتونستم خیلی بهتر بازی کنم و یه حرکت جدید و خودم با ساخت این ویدیو یاد گرفتم حرکتی که خودم همیشه تو اون وضعیت به خصوص بازی میکردم هم خوبه ولی حرکت خیلی بهتری است. D4 F5 E4 G5 و g H4 حرکتی که ما بازی میکنیم میخوایم H5 کنیم قربانی تفاوت بدیم و حریف رو نابود کنیم خب اینجا سیاه باید D5 بازی کنه ولی بازم خیلی از ها بلد نیستم پیشان میکنم این شاخه رو حتما بررسی کنید یا اگر تو بازیتون پیش اومد بعدش بررسیش کنید خودتون ما H پنج میکنی حرکت خوبیه ولی فیجیا فرکتیه که زیاد میبینید و حریف منم همینو بازی کرد H پنج پس در اچ روخ در اصلا هدف همینه و وزیر در 5 که ظاهرا حرکت بدیه البته به خاطر اینکه حرکت خیلی بهتری وجود داره و اینا وزیر اچ برنده است کامپیوتر میگه مثبت دو تقریبا ولی فیل سی چار بی نهایت قویه از این به بعد خودم همیشه فیل سی چار دیگه بازی میکنم و پیشنهادم میدم شما هم فیل سی بازی کنید با تهدید وزیر اچ و مات کردن حریف پس شروع کردن با فیل سویچار خیلی قویه از طرفی هم داریم اینو میزنیم مثلا اگر شا 8 بازی بشه یکم عجیبه ولی ممکنه سیاه بازی کنه چون داشت مات میشد میتونیم مثلا ای 4 رو بزنیم با ایدای وزیر اف سکیش و این داستانه چی میشه اگر D5 بازی کنه وزیر فسکیش شاه جی 8 فیل در دی 5 کیش وزیر در دی 5 اسفش خوب پس شاه اف 8 یکم عجیبه ولی دی 6 ممکنه بازی کنه که مات نشه وزیر در h 5 کیش شاه دی اف حالا خیلی دوست داریم وزیر f 5 کیش بریم چون به ماتش منجر میشه خیلی کیش وزیر f 5 جذابنده است برای همین میایم فیل اچ 6 بازی میکنیم خیلی حرکت عالیه سیاه باید فیل افشیش کنه تا مات نشه و ما میتونیم بزنیم توی ای چهار چون اگر بزنه مات میشه وزیر کیش شا اینجا فیل اگر افشیش بود ما نمیتونستیم فیل افف کیش بدیم ولی الان میتونیم فیل برم گرد و سیاه مات میشه پس این فیل سی بینهایت بی نهایت قویه هیچ دفاعی نداره و سیاه سنگین تره که انصراف بده. حالا خود بازی رو ببینیم من H5 بازی کردم سیاه زده و فیل فیلسی4 رو تازیاد گرفتم و موقع با وزیر می زدم. بازم خیلی خوبه فیل سی4 وزیری 8، وزیر 4 با تهدید وزیر F4 و مات فیل F6، یل 6 مات مات میشه ولی میتونونه e 6 بازی کنه، من اتفاقا اینا رو قبل ها بررسی کرده بودم و فکر میکردم این شاخه بهترین ادامه برای سفید. اینجا هم بهترین حرکت و بلد بودم. حرکت بسیار جالبیه. پیاده به خونه دی پنج. گسترش رو برای سیاه سخت میکنیم. نمیذاریم از پسیشش کنه. نمیذاریم دیشش کنه و کار برای سیاه سخته. داریم بازی رو هم باز میکنیم. اگر با فیل بزنه تو اسب خیلی احمقانه است به خاطر اینکه تنها مهره خوب سیاهمو فیلو جی 7 شه دیگه اصلا مهراهش از جوششون تکون نخوردن پس اگر تعویزش کنه شاش واقعا بی‌دفاع میشه شش بازی کرده من میزنم قل بزرگ با تهدید رخ دی 8 اسب دی 7 استری 6 فیل دی هشت. خیلی جالب بهترین حرکت فیل دی 8 بود رو عقب بازی نکردم Sb5، حالا کامپیوتر داره پیشنهاد میده که فیلم رو ندم ولی چرا که نخه حرکت نرمالیه وزیر جشیش، Sb3، ستون هم باز شده شا چف مثلا میخواد فرار کنه، حالا حرکت عالی رو بازی میکنم C3، میخوام فیل C2 بازی کنم، بی نهایت قوی سیاه A5 بازی کرده من تر خودم ادامه دادم فیل سیدو با ایده اسب خونه اف 6 و کیش برخواست وزیر اف 7 فیل اف 6 میخوام تنها مدافع سیاه حذف کنم تهدید رخ جی کم دارم رخ دی 8 هست ایده مختلفی وجود داره فیل دی 7 فیل در جی 7 وزیر در جی 7 رخ در دی 7 چون اگر بزنه مراش چنگال میشن و حریف من تو این وضعیت انصراف داد پس وزیر اجبنج کیش قویه ولی خب فیل سیچار میتونه بی نظیر باشه و خیلی قوی تره فیل سیچار ولی اینی هم که دیدیم واقعا سیاه نابود شد ولی شاید میتونست بهتر دفاع کنه بریم سراغ بازی دوم تو بازی دوم طبیعتا من موره سفید رو داشتم و بازی رو با حرکت دی چار شروع کردم F 5 که علامت سوال گذاشته که خیلی عجیبه کار نداریم ای بازم داره علامت سوال میذاره اهمیتی نمیدیم استانتون گمبیت حریف میزنه اسب سه اسب 6 فیل g 5 اسب 6 به پیادهمون حمله میکنه ولی پیاده دفاع داره اینه که دیگه از شاخهای اصلیه که سیاه میتونه بازی کنه و شاخه خوبی هم هست حرکتی که ما اینجا بازی میکنیم حرکت واضحیه به نظرم و خیلی حرکت سختی نیست پیادهمون رو رو به جلو میرونیم این حرکت خوبه چرا که نه به اسب حریف حمله میکنیم مجبورش میکنیم اسبش رو جابجا جا کنیم اسب میره تو خونه مرکزی ای پنج. حالا اینجا دوستان من حرکتی رو بهتون پیشنهاد میدم که خودم نتایجم باهاش خیلی خوب بوده اینجا رو باز میکنم که نتایجمو بتونیم با هم دیگه ببینیم حرکتی که من بازی کردم وزیر ای دو پنج بار این حرکت رو بازی کردم و چهار تا بازی بردم یه دونه مساوی پس پیشنهاد من این حرکته وزیر دی هم هست حرکت اصلی وزیر توی مرکز سفید آماده میشه قلعه بزرگ بره و سیاه هم اسبش رو میذاره خونه اف هفت و به فیلمون حمله میکنه ولی پیشنهاد من وزیر ایدو این دو تا حرکت احتمالا در یه حد خوب باشن شاید حتی وزیر حرکت بهتری باشه برای سفید به نظرم اگر اینجا نوبت با سفید بود سفید میتونست قلعه بزرگ بره از پیاده اشتفا میکرد و آماده میشد که با اسب بزنه تو پیاده e پس جلوی خیلی از حرکات سیاه ما میتونیم به راحتی قلعه بزرگ بریم ولی در مقابل اسب فف میخوایم چیکار کنیم که توی این بازی منم اتفاق افتاد حرکت اصلی برای سیاه هم میشه گفت همینه فیلمون رفته زیر ضرب و اسب حریف میزنیم حرکتی که من بازی کردم سیاه با پیاده ای زده و حالا اسب در ای 4 حرکت خوبیه تهدید مات هم به وجود آوردیم اسب در اف 6 یا حتی اسب دی 6 تهدید ماته پس تهدید مات در یک حرکت وجود داره ولی خب خیلی واضحه که سیاه یا وزیرش یا فیلش رو میذاره توی ستون ای و در مقابل هر کدوم از اینا ما میتونیم این حرکت بسیار جالب دیشیش رو بازی کنیم که ساختار پیاده سیاه رو نابود میکنیم خیلی ایده باحالی فیل ای هم حرکت خوبی نیست و تمام حریف های من وزیر ای هفت پیدا میکنن که حرکت خوبیه منم اینجا اومدم دیشیش بازی کردم خیلی خفن میخوام ساختای پیاده سیاه واقعا بهش آسیب بزنم از بر دیشش در درست بازی شده از بر دیشش کیش وزیر اچمزه نمیتونه با وزیر بزنه باید با پیاده بزنه و توی این وضعیت پیشنهاد میدم حرکت قلعه بزرگ رو بازی کنید من هم توی این بازی هم یه بازی دیگه اومدم جی بازی کردم که حرکت خیلی خوبیه اوکیه باید فیل ولی قطعا ما میخوایم قلعه بزرگ بریم چون اصلا آماده است حاضر آماده است روخمون هم میاد توی ستون دی پس پیشنهادم قلعه بزرگه و در کل راجع به این وضعیت بهتون بگم که هیچ کسی دوست نداره سیاه باشه با اینکه وضعیت سیاه خیلی بد نیست ولی سفید خیلی راحته یه پیاده کمتر داره ولی خب پیاده سیاه واقعا بیارزشه خونای خیلی ضعیفی توی مرکز وجود داره این خونا همه ضعیفن اسممون میتونه حسابی به پر به و سیاه و اذیت کنه پس پیشنهادم اینه که قلعه بزرگ برین حتی اینجا آماده ایم که وزیر رو تکون بدیم یه تهدید بزرگ چون اگر وزیر جابجا بشه میتونیم رخمون رو, رو هم بیاریم تو ستونه ای اگر هری وزیرمون رو بزنم میتونیم به دو مدل پس بگیریم احتمالا فیل بهتر باشه که سری فیل رو بذاریم اف این قطریه که دوست داریم فیلمون رو قرار بدیم و اصلا میتونه گفتم به پر کنه خیلی خونای مختلفی داره که بره در نهایت هم دوست داریم که پیادمون رو پس بگیریم ولی به این شرط که وضعیت به نفع ما باشه وگرنه عجله ای ندارم اون پیاده رو بزنم سیاه اگه دوست داری پیاده جلو باشه منش مشکلی ندارم پس قلب بزرگ حرکت خوبی من اینجا جی سه بازی کردم اینم خوبه ببینیم حریفم چی بازی کرده جی 6 بازی کرده من فیل جی دو بازی کردم جالب همچنان قل بزرگ نمیرم اینجا اگر به جای جی شیش وزیرمو میزد احتمالا میخواستم با اس بزنم چون دیگه جی دو آماده است دیگه برای فیلم با اس میخواستم بزنم ولی فیل جی دو اینجا بازی کردم فیل جی هفت قلع بزرگ وضعیت عالیه من خیلی اینجور وضعیت ها رو دوست دارم F5 و خوبم بازشون میکنم F5 واقعا حرکت بدیه ولی من استفاده نمیکنم کامپیوتر داره حرکت خیلی خوبی رو پیش میده که اتفاقا دیدم آیا نه که وزیر سی رو ندیدم هم جلوی قلعش رو میگیریم هم رخ یک فعلا نمیتونیم بازی کنیم ولی ممکنه در آینده بازی کنیم پس اینجا میشه تکرار همین نکته که اگر وزیر به وزیر نشه ما میتونیم وزیرمون رو تکون بدیم خیلی ایده خوبیه چون شاه حریفم بسیار ضعیفه من استفاده نمی کنم میذارم خونه دی ببینیم حریفم چی بازی کرده وزیر اسپری دو شا ای هف. اوکی حریف داره سری بازی میکنه زیاد باهم نیست برامون که این بازی حریف داستانش چیه چون یه بازی کلاسیکال بوده 20 دقیقه ده ثانیه بعد حریفم وقتش رو نصف کرده بازی کنه خوبی هم بوده یعنی ریتینگ بولتش در حال حاضر ببینیم که دارم ویدیو رو میگم 2800 بیلیتس و رپید و ایناش هم خوبه ولی بولت 2800 خوب چیزیه برای خودش پس داره سریع بازی میکنه ولی وقتش از من خیلی کمتر. A6 رخ یک کیش بهترین رو بازی نمیکنم ولی خیلی اوکیه من این وضعیت رو واقعا برای سفید دوست دارم. پفسه حالا دارم یه مانور جالب میدم میخوام برم اینجا. فیل چیش داره که اصلا ما کنه ولی تو زنمه که اچار کنم اتفاقا اون وضعیت رو. و ببینید که چطور فیلم بازی رو واقعا دستش گرفته از این سم تکوندن پیاده بی خیلی سخته و سیا واقعا کار داره. فیل اف 6 بازی کرده اوکی اچ رخ بی 8 اسب جی 5 با تهدیدات سنگین اسب خونه اف 7 پس سیا اسبمو زده ولی خب من خیلی خوشحالم که این اتفاق داره میافته رخم میتونه خونه اچ 1 بره. از طرفی اگر فیلو بردارم به پیاده دی 6 حمله میکنه. بی 5 بازی شده رخ چک بازی کردم به خاطر اینکه اگر فیل بی کنه میزنم و بعد پیاده دی رو میزنم که تازه حمله دوگانه میشه هم ای شیش بی دفاعه و هم جی شیش بی به خاطر اینکه رخ اچ 8 در نهایت بی دفاعه. پس خیلی اوکی این وضعیت برای سفید عالی شاه سی هفت حالا رخ یک این حرکت خیلی قشنگه حالا که خونه ای هفت آزاد شده میخوام رخ هفت بازی کنم فیل بی هفت دیگه حرکت بهتر ظاهرا پیدا نکرده شاه در بی رخی روخی 7 شاه سی و نیازم نیست بقیش رو ببینیم ولی چون بازی قشنگیه سریع بهتون نشون میدم این آخر بازی رخ از آخر بازی مورد من توی شطرنج روخی 8 خیلی خیلی مهمه که بسیار اجازه ندیم بازیش رو فعال کنه نباید بذاریم روخی دو بازی کنه شاید روخ جیف برنده باشه برای سفید ولی اصلا به ریسکش نمیارزه اصلا به محاسبشم هم نمیارزه شاه دید و حرکت عالی جلوی رخش رو میگیریم حرکت پیاده به خونه دی پنج بازی شده پیاده هم که دیگه مساویه ولی خب سفید هم رخ بهتری داره هم پیاده های بهتری داره من رخ اف هفت بازی کردم خیلی حرکت خوبیه همیشه تهدید روخ اف وجود داره رخ ای حالا اومدم شاه دی سه بازی و حریف خیلی سریع این حرکت بد و بازی کرده رخ اومدم کیش دادم رخ ایشیش از اینجا بازی خیلی جالب میشه و خیلی قشنگ بازی میکنم حرکتی که دوستون دارم محاسبه میکنم شاید براتون عجیب باشه ولی رخ در رخ کسی با پیاده بزنه و من شاه دی چار کنم و اگر بتونم وارد بشم به خاطر قانونایی مثل زوگزوانگ اگر بتونم وارد بشم آخر بازی شاه پیاده برام برنده است ولی خب توی این وضعیت دیدم هیچ دلیلی نداره بزنم و روخش آچمزه پس بذار شاه دی چار بازی کنم از زمانم استفاده کنم حریف میاد شاه دی شیش بازی میکنه دوباره دارم محاسبه میکنم که روخش رو بزنم چرا این کارو میکنم چون آخر بازی اتفاقا همین مدلیه همش باید محاسبه کنیم که چه تعویزی برای ما خوب بازی رو ساده تر میکنه و برنده تر میکنه اینجا چطور محاسبه میکنم میگم میزنم توی رخش اگر با شاه بزنه میبازه قطعا میبازه و طبیعیش اینه که با پیاده بزنه بعدش میام F4 میکنم که خیلی حرکت مهمیه بهش اجازه نمیدم پیادهش رو به جلو برونه ولی در اون صورت سیاه حرکت داره و زوگزوانگ نیست و میتونه مثلا A5 بازی کنه اوکی حالا حرکت رو با هم دیگه ببینیم و اگر اشتباه نکنم بهترین حرکته و کامپیوترم این حرکت رو پیشنهاد میده خیلی خوشحالم که تونستم اینو بازی کنم پیاده به خونه بیچار به خاطر اینکه میخوام در نهایت هیچ تمپی نداشته باشه انجین روشن کنیم ببینیم بیچار بهترین حرکت هست یا نه پس بیچار بهترین حرکت ایسم هست بیچار در رقابت هست سیسه پس کامپیوتر داره حرکت با این پیاده رو پیشنهاد میده بیچار حرکت خیلی عالی حریف من اومده شاه به خونه ای هفت بازی کرده و داره رخمو میزنه من زدم و به همین وضعیتی که تازه گفتم رسیدیم این که اصلا ورژن چقدر بدتری هم است شاه ای پنج شاه هم, هم اصلا نفوس کرد چاره ایم شاه ای هفتش هم حرکت خیلی خوبی پس نیست شاه ای پنج اینو دارم میبرم هلی هم تمپه پیاده ای دارم اینا خیلی به دردم میخورن برای اینکه حریف رو وارد سوگزوان کنم اینجا دیگه خواستم فکر کنم اصلا ریسک نکنم و اومدم سیسه بازی کردم میخوام این پیادهش در نهایت رو به جلو نیاد مثلا من نرم تو اون اینو بازی کنه بازم میبرم ولی خب مثلا شاش اینجوری بیاد این پیادهمو بزنه پس سی هم حرکت خیلی خوبیه و اینجا رو متوقف میکنم حالا میاد تقابل میگه راه نفوذ ندارم ولی همچنان گفتم کلی تمپه پیاده ای دارم ای سه بازی کردم شا اینجا دیگه میرم تو دلیل نداره الکی تمپا حروم کنم در نهایت میخوام برم تو شا اینجا پیاده رو زدم حتما اف چهارم خوب بوده آره شا در جیشش ولی کافیه چون این پیادم خیلی سریه شای هفت اف چهار خیلی دیگه سعی کردم ریسک نکنم اهل اینجور بازی ها هستم که اصلا ریسک نکنم مثلا پیاده داشته اینجوری میومده باز احتمالا مال من خیلی زودتر وزیر میشه خیلی زودتر هم که شاید نه ولی یکی دو حرکت زودتر ولی F4 واقعا بدون ریسکه حالا شاه F6 بازی کردم اینو زدم روندم روندم و حریف هم از این بازی پونا بوده که انصراف نمیده اینم که بلد این دیگه وزیر که کلن شاه توی عرض گیر بندازه کار تمومه نیاز نیست دیگه با وزیر بازی کنیم حتی وزیرم هم این طرف بود دیگه دست بهش نمیزدم همین که توی ارزگیر کرده یا تو ستون فرق نمیکنه شروع میکنم با شاه بازی کردن تازه اگر وزیر خیلی نزدیک بشه بازی پات میشه شاه نزدیک میکنم و دیگه ماتش میکنم اینجا از بازی انصراف داد و تسلیم شده